بسم الله الرحمن الرحیم. 49 قسمت دیشومیشو مثل همیشه با یه سلام داغ، البته داغ که الان حال نمیده، با یه سلام یخ و تیری شروع میکنیم. سلام، حالتون چطوره؟ رو تو نبیز منو یک ذره لبخند بزنه، عشق خیالی خست من از در به در اون قهری، ولی تن زن اون جای میاری. با تو دلم گرم و خوشه، عاشقم اصلا به تو چه دوره ما دیوار بچینین، دار و ندارم که تویی پای به پایم بدایی، دام دنیا رو ببینیم. این روزا هر جا که میری صحبت از بالا و پایین رفتن دلار و سکه و طلاست. خلاصه این که دلار و سکه انقدر پله‌های ترقی رو دارن سری میرن بالا که رو اعصاب و فکر و مغز آدمو تاثیر گذاشته. با همین دوتا چشمام دیدم طرف دوچار توهم شده. سلام بر شما، لایک بفرمایید. حتما به شوخی پردازیم همین امروز. سلام. سلام نبود. سلام بر شما، لایک بفرمایید. جانم عزیزم. جانم سلام. سلام، خیلی وقت رو خطی دیگه. سلام بر شما جانم. سلام عزیزم. سلام بر شما. سلام بر شما جانم، بفرمایید. یا اصلا مورد داشتیم کارشناس دعوت کردن به برنامه که نظراتشو بگه. اون بنده خدا هم رفته نظراتشو تو برنامه گفته. من معتقدم که این گلستانی که این آقایون دارن ترسیم میکنن و تنها مشکل رسیدن به این گلستان، تنها مانع رسیدن به این گلستان حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هستش. من معتقدم بنابر دلایلی که دارم و تا صبحم بشینیم اینجا بحث بکنیم من حاضر هستم، ما به گلستان نخواهیم رسید. اگر این نظام سقوط بکنه، من تکرار میکنم، اگر این نظام سقوط بکنه ما به لیبرال دموکراسی نمیرسیم. خب بعد از این مصاحبه سالومه هم که کلن بی اعصابه یه نظرسنجی گذاشته که به نظر شما کدام یک دارای درک سیاسی بالاتر است، تریسی یا دکتر زیبا کلام؟ تریسی کیه؟ اتفاقا مردم هم همین سوالو پرسیدن که این تریسی کی هست حالا؟ به جز این آدم ها یه سگ دیگه هم اینجا هست که اسمش تریسی خانومه، از فامیلای دورمونه. بله، همونجور که متوجه شدید گلاب بروتون، تریسی سگ سالوم است. جسارتن این توهین محسوب نمیشه، بی اخلاقی محسوب نمیشه. شما مثل دلار جنبتونو ببرید بالا یه خورده. یه سری هم اصلا این اوزار و مغزشون هم تأثیر گذاشته، یعنی رد دادن. در واقع دلار هرچی میکشه بالا اونا هم کرکره مغز رو میکشن پایین. من هم بهشون میگم چه به سطح طلبا به جمهوری خواه که مثلا دغدغه حکومت سر ندارم. من واقعا تنها تلاش همه که برسیم به اون آزادی. اگه واقعا بهتر از من پیدا نمی کنید برای اداره امور مملکت، بگه بیا به شورای جمهور منم کاندیداش بشم. متوجه شدین اوضاع چقدر داغونه؟ فکر نکنین طرف واسه ریاست جمهوری بسه ها، نه. اوضاع اینقدر اون مغز طرف تاثیر گذاشته که میگه اعلی حضرتی شاهی اگه خواستید بنده شخصا در خدمتم، تعارف نکنین. اگه میگی نه ما پادشاهی میخوایم در اکثریت، شما همونجا باش به عنوان سمبل، ما میریم انتخابات برگزار میکنیم، دولت تشکیل میدیم، نخست وزیر خودمون انتخاب میکنیم. یکی از عوارض بالا رفتن دلار و سکه اینه که آدما خیلی شیرین میشن، طناز میشن، حرفایی میزنن که روان آدمو شاد و شنگول میکنه. شما امید رو در جامعه ایجاد بکنید، مانیفستم که وجود داره، زمینه اجتماعی هم که هست، میمونه پول و رهبر. این دو تا رو بسپرید دست اپوزیسیون. بهتون قول میدم شما امید رو ایجاد کنید، بقیهش فراهم خواهد شد. البته اینم بگم همیشه هم اینجوری نیست، بعضی وقتا طرف تسمه تایم پاره میکنه. آخه مگه ما مغز خر خوردیم؟ دلمون خوشه که یه تظاهراتی بزنیم 200 نفر بیان، دلمون خوشه 500 نفر 400 نفر جمع بشیم یه سخنرانی گوش کنیم. گفتیم اگه بیان خوب میشه ها، حداقل وضعمون خوب میشه. این دلار نامصبو میکشن پایین، ما یه نفسی میکشیم که متوجه شدیم اوضاع خیلی خیلی داغونه. خیلی برانداز شدن، برانداز بودن واسه اساسا یک شغل شده، یک کسب و کار خانوادگی شده. یعنی اگه شما بخوای یه ساختمون رو بخری، اینا رو خبر میکنی، اینا هم ساختمون رو براندازی میکنن برات که بفهمی مزنه ساختمونه چنده. به نظرم شغل خوبیه. در درون براندازها هم ما به نوعی یک اجماعی نداریم. براندازی از مجاهد خلق برانداز هستش، طرفداران پادشاهی برانداز هستند، کمونیست کارگری برانداز هست، ریستارت ادعای براندازی داره، همه اینها برانداز هستند، کاملا متفاوته. نه که اوضاع کار خوب نیست، واسه همین براندازان با هم درگیر شدن. شما دست رو هر خونه ای، ساختمونی، ملکی که بذاری، 10 تا برانداز پیدا میشن که میگن بذار ما براندازی کنیم، جان مادرت بده ما براندازی کنیم. اصلا ما نصف قیمت بازار
برمیاندازیم. خلاصه اینکه پول از شما، براندازی از ما. این روند بعضی از این دوستان برانداز ما روند رانندگی بدون فرمونه، با سرعت میریم به سمت دیوار. حالا برجا رسید، دیدید اوضاع چقدر داغونه؟ یعنی تو رانندگیشون هم تاثیر گذاشته. خب عزیزای من، دعوا نداری که نوبتی براندازی کنید. یه بار نوبت شما باشه، یه بار نوبت بغل دستید باشه. که برانداز هستن که دارن اقتصاد رو ویران می‌کنن. بابا با هم صحبت نکنید، بفهمید چی میگید آخه. اصلا شما چرا اعصاب ندارید؟ یکی یکی حرف بزنید ببینیم حرفتون چیه دقیقاً. بس بگم تمام بحثمون. اول بازی گفتم شما دکون درست کردید. بابا اونا انگار اعصابشون از ما داغون‌تره ها. ما رو باش، دلمون به کیا خوش بود. این که اتفاقا شما میگید که آقا همه چی رو بذاریم کنار، همه همین نگاه پوپولیستیه. دادا شما انگار حواست نیست این طرف دلار و سکه چقدر رفته بالا ها. چرا دارید همدیگه رو میجوین؟ پس کی میخواین حق ما رو بگیرین؟ اصلا نخواستیم بریم یه شبکه دیگه، شاید یه کسی پیدا شد اعصاب آروم‌تری داشت و حرف ما رو زد. ببینید شما متاسفانه توجه نمیفرمایید که فردی که در حال صحبت کردن هست اصلا میخواد چی بگه. من اجازه نمیفرمایید که من صحبتم تموم بشه بعد شما چطوری میخواید جامعه ایران رو اصلاح بکنید؟ شاید این جامعه خاص چیزی بگه غیر از نظر شما. ای بابا اینا دیگه چرا دارن به هم میپرن؟ بابا یه خورده با اخلاق باشید. زن و بچه مردم نشسته جلوی تلویزیون. حالا شما درس اخلاق بله. درس اخلاق نیست آقای اعتمادی، درس اخلاق نیست در واقع. داریم پس ببینید خاص بگی بنده اینجا دستم اینجوری بزنم بدم. نه خیر، شما عرض فرمایید از حواشی بکنید به اصل مطلب ببرید. بله واقعا هم برای خودمون متاسفیم، هم برای شما متاسفیم، هم برای اونا متاسفیم، کلا برای همه متاسفیم. با این اپوزیسیون متاسفم این رو عرض بکنم. اپوزیسیون نالایق، اپوزیسیون ناکارآمد، اپوزیسیون بی توجه، اپوزیسیون اپوزیسیون. ما اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیستیم، ما اپوزیسیون اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستیم. همه اپوزیسیون دارن، ما هم اپوزیسیون داریم. یعنی به درد لای جرز دیوار هم نمیخورن لامصبا. من خودم رو میگم با فامیلم، من و فامیلم در مقابل جمهوری اسلامی مثل یک گله گوسفند شدیم که باید چوب کوچولو میزنه ما بریم به چپ، یه دونه میزنه بریم به راست. هر وقت دلش خواست به ما یه خود خوراکی میده، هر وقت دلش نخواست نمیده. اگرم یک گوسفنده به اون یک گوسفند بودا یک دونه چوب محکم میزنه تو سرشون. بالاخره بعد از ماها تلاش و دوندگی، یا اگه بخوام به زبون سخت فارسی بگم، بعد از پاره شدنهای زیاد بالاخره برگزار شد. چی برگزار شد؟ مهم نیست که چی بود، مهم اینه که برگزار شد. بعد از ماها تلاش و زحمت، بعد از مدتها دوندگی و کار خستگی ناپذیر، سرانجام روز برگزاری گرد همایی مقاومت از راه رسید و اشرف نشانها با شور و حال در گرد همایی بزرگ قیام تا پیروزی حاضر شدند. بله، یه گرد همایی درست کردن به چه بزرگی؟ انقدر بزرگ بود که از کل دنیا توش بودن، از کشور دوست و همسایه اسلوونی گرفته تا کشور دوست و همسایه لهستان، بلژیک، کرواسی، مقدونی، آلبانی، استونی، ایسلند، مریلند، گریزلند، گوزفند. خلاصه این که از هر جایی که شما فکرشون نمی‌کنی تو این همایش بودن. یعنی هر کی با هر چی که تونسته بود اومده بود، یکی با تور مسافرتی، یکی با تور دانشجویی، یکی با تور جهانگردی. اصلا خبر ندارید، چیزی در حدود 100,000 تومان. بله 100,000 تن آدمو مثل آجر ریختن وسط همایش. تا اونجایی که ما یادمونه اینا وقتی داشتن از ایران میرفتن رنگشون روشن بود. حالا چی شده که رنگشون برگشته؟ اصلا به ما ربطی نداره، دخالت هم نمی کنیم. یعنی انقدر این گرد همایی بزرگ بوده که خبرها اصلا جابجا میشده. نه که مکانش بزرگ بوده، یه خبری از این سر سالن تا برسه اون سر سالن کلا 180 درجه تغییر میکرد. مثلا صدای آمریکا خبر داده که از تلاش‌ها برای تغییر رژیم تیم ایران تشکر میکنیم. البته ما هم تشکر میکنیم. واقعا اگه بتونین این رژیم ما رو تغییر بدین خیلی خوب میشه. بابا همش فست فود، همش غذای حاضری، اضافه وزن گرفتیم. یعنی این کارو اگه انجام بدین یک در دنیا صد در آخرت خدا ثواب نصیبتون کنه. بعد از خبر صدای آمریکا شبکه بی بی سی هم یه خبر زد که مقام‌های آمریکایی تأکید میکنن که به دنبال تغییر رژیم در ایران نیستند. یعنی خود آمریکایی‌ها میگن میخوان تغییر بدن، اما بی بی سی میگه زر نزن بابا، نمیخوان تغییر بدن، میخوان عوض کنن. بگذاریم، همونطور که دیدید یه سری ها هستن که آدم ها رو با پول میخرن، از اون طرف یه سری ها هستن که خودشون رو به پول میفروشن. ندا امین که به فارسی برای تایمز اسرائیل مینوشت و 3 سال پیش از ایران به ترکیه گریخت،
اخیراً با خطر استرداد به جمهوری اسلامی ایران مواجه شده بود، اما توانست با کمک انجمن خبرنگاران اسرائیلی ویزای ویژه ورود به اسرائیل را کسب کند و دیروز وارد آن کشور شد. این خانم بعد از اینکه رفت اسرائیل مصاحبه کرد و گفت اینجا خیلی خوبه، همه چی گل و بلبله، منم خوبم، هوام خوبه، همه چی آرومه و من چقدر خوشبختم. ندا پس از ورود به اسرائیل در یک کنفرانس خبری شرکت کرد و در جریان گفتگو با دیوید هوروویتس، سردبیر روزنامه تایمز اسرائیل، گفت اکنون احساس امنیت و خوشحالی می‌کند. همونطور که داشت میگفت من اینجا جام خوبه و همه چی خوبه، از پشت دوربین بهش اشاره کردن که بله، ندام گفت که ایران عجب کشوریه ها، توش اصلا حقوق بشر رعایت نمیشه. من خواهش میکنم که تحریما رو فیتیلش رو بیشتر کنید تا اینا آدم بشن. ندا میگوید جمهوری اسلامی ایران موازین حقوق بشر و آزادی بیان را زیر پا میگذارد و معتقد است تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل علیه ایران باید بیشتر و شدیدتر شود. از اونجایی که جوجه رو آخر پاییز میشمارن، ندا خانم قصه امام بعد از چند وقت زندگی تو اسرائیل فهمید که حتی سگش هم بیشتر از خودش حق و حقوق داره. من یه تن فقط فرستادن رفتن کردم که اونم اصلا تو دولت نبود، اصلا تو جویش اجنسی بود، آژانس یهود. اما برای ترم بعد اومدم ثبت نام کنم، گفتم بعد هزینه بدی، اون هدیه بود دیگه، الان دیگه برگشت بعد هزینه بدی، در صورتی که اینو دولت میبرس بده. منو به عنوان یه پناهنده آورده اینجا، یه چوب کبریت به من دادن، ندادن هیچی. روز به روز زندگیم داره به فاک میرسه. این چه زندگیه برای من درست کردن که همش باید تو خونه باشم؟ هیچ گونه فعالیت اجتماعی، هیچ گونه کاری نمیتونم بکنم. والا به خدا سگ من اینجا الان ارزش اعتبار و هویتش رو تمام چی میگن حقوق اجتماعیش از من بیشتره. حالا ندا خانم قصه ما کارش اینه که غروبا لب پنجره میشینه، همچین سیگار کشان این آهنگ رو گوش میده. برگشتم پشیمان، بگذر تو از گناهم، آری گناه من بود، ای نازنین عاشق، قلب تو را شکستم، این اشتباه من بود. این اسرائیلی ها کلن آدم های عجیب غریبی هن ها. از یه طرف به همین ندا که واسه شون وطن فروشی کرده محل سگم نمیذارن، از این طرف میخوان تو حل مشکل آب به ما ایرانی ها کمک کنن. امروز پیشنهاد بی‌سابقه‌ای برای ایران دارم در مورد آب. مردم ایران قربانی رژیمی بی‌رحم و سرکوبگر هستند که آب حیات بخش را از آنها دریغ می‌کند. اسرائیل در کنار ملت ایران می‌ایستد، برای همین هم می‌خواهم جان تعداد بیشماری از ایرانیان را نجات دهم. گفتیم باشه آقا، کمک کن، کمک کن. بعد خودش و کلی تیم تحقیقاتی و اینا نشستن دور هم و بعد از کلی وقت حاصل تحقیقاتشون رو ارائه دادن. بلدم مشکل آبو حل کنم این بود. اینو که خودمونم میدونستیم، تیمم و تیم تحقیقاتیم، این بود تیمت، شیر تو تیمت، قیر تو تیمت، تیر تو تیمت. یار نگهدار من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارم. اینم از قسمت 49. مواظب خوبیاتون باشین، مخصوصا تو این روزا که وضعیت کشورمون یه خورده عبریه. حواستون به هم دیگه باشه، به همسایه‌هایی که ممکنه به کمک ما نیاز داشته باشن. نگاه‌های قشنگتون از ما بر ندارید، نظراتون هم با ما در میون بذارید. خیلی دوستتون داریم. خدا نگهدار تا برنامه 50.